سلام بچه ها. سلام گلای قشنگم. خوشحالم که دوباره میبینم اتون. بچه ها مطمئنم که آماده ای تا با همدیگه قصه امروز رو بشنویم و بعد با همدیگه ببینیم که خداوند تو کتاب مقدس راجبش چی گفته. بعد از اونم فکر میکنیم ببینیم که کدوم یکی از شخصیت های داستان برامون جالب تره که یه نقاشی قشنگ ازش بکشیم. قصه امروز ما از این قراره که توی یک جنگل دور و قشنگ یه فیل کوچولو بود که تک و تنها نشسته بود. بچه ها فیل کوچولو خیلی غصه داشت. زانوی غم بغل کرده بود و با خودش تنهایی نشسته بود و فکر میکرد. میدونید چرا؟ آخه این چندمین باری بودش که حیوانای جنگل خورتوم و عاج فیل کوچولو رو مسخره میکردن. میدونید عاج چیه؟ عاج دندونای فیله که یکم بلنده و خیلی هم با ارزشه. بچه ها فیل کوچولو با خودش فکر میکرد دیگه هیچ کدومشون رو دوست ندارم، باهاشون بازی نمیکنم. بالاخره یه روزی میفهمن که چقدر من عاجای با ارزشی دارم و خورتومم چقدر بهم کمک میکنه. ولی تا اون روز که حیوانای جنگل این موضوع رو نفهمن دیگه نه با هیچ کدومشون بازی میکنم نه کمکشون میکنم. اصلا به من چه که گنجشکا لونه ندارن یا اینکه خرگوشا نمیتونن از رودخونه رد بشن؟ به من چه که آهو توی جنگل گم میشه؟ به من چه که آب شاخه ها جلوی آب رودخونه رو بستن و حیوانا آب ندارن که بخورن؟ چرا همه کاراشون رو به من میگن؟ چرا من باید به همه کمک کنم؟ حالا که اونا با من مهربون نیستن، منو دوست ندارن و مسخرم میکنن، منم به اونا کمک دیگه نمیکنم. فیل کوچولو انقدر توی فکر فرو رفته بود که متوجه اومدن همسایش خرگوش نشد. خرگوش داشت فیل کوچولو رو صدا میکرد ولی اصلا فیل کوچولو نمیشنید. خرگوش مجبور شد که روی شونه فیل کوچولو بپره و دم گوشش داد بزنه: فیل کوچولو، فیل کوچولو، حواست کجاست؟ صدامو میشنوی؟ فیل کوچولو که یه دفعه با تعجب چشش به خرگوش افتاد، نگاش کرد و گفت: چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ بچه‌ها چشمای خرگوش پر از اشک بود. فیل کوچولو گفت: کی تو رو اذیتت کرده؟ چرا چشمات پر از اشکه؟ خرگوش کوچولو گفت: من نه، آهو کوچولو افتاده توی چاه و دستش هم حسابی درد گرفته، اون به کمک تو احتیاج داره، خواهش میکنم بیا بریم و آهو کوچولو رو از تو چاه در بیار. فیل کوچولو زیر لب گفت: همون آهویی که اون دفعه نجاتش دادم، همون آهو کوچولو که توی جنگل گم شده بود و من پیداش کردم، که بعدش هم به جای تشکر بازم آجای منو مسخره کرد و بهم خندید، همون آهو کوچولو. اصلا نمیخوام نجاتش بدم. ولی بعد خرگوش کوچولو دوباره گفت: فیل کوچولو چی کار میکنی؟ چرا معطلی؟ خب بیا بریم دیگه، بیا بریم آهو رو نجات بده، آخه اون گناه داره، اونجا داره درد میکشه، زود باش بیا بریم. ولی فیل کوچولو اصلا اعتنا نکرد و شروع کرد به آواز خوندن: توپلویم توپلو، دوتا لپام مثل هلو. بچه ها وقتی خرگوش اینو دید خیلی ناراحت شد و گریش گرفت. دوان دوان از سمت فیل دور شد و رفت. فیل کوچولو ادامه داد و گفت: اصلا به من چه مربوطه؟ برو بابا، من اصلا نمیخوام به شما کمک کنم، من مربوط نیست که، به من چه مربوط. همینطور که فیل کوچولو با خودش غرغر میکرد و راه میرفت، یه صداهایی به گوشش رسید. میشنید که هیاهوی هست و سر و صداییه که از بین اون سر و صدا صدای آهو کوچولو به خوبی شنیده میشد. آهو کوچولو داشت ناله و زاری میکرد و کمک میخواست. ولی بچه ها وقتی که فیل کوچولو جلوتر رفت، دید که تمام حیوانای جنگل دور چاه جمع شدن و دارن آهو رو نگاه میکنن. ولی از دستشون کاری بر نمی اومد، چون همشون از آهو کوچولو تر بودن و زورشون نمی رسید که بخوان آهو رو بیرون بیارن.
همشون داشتن یه فکری میکردن که ببینن چجوری میتونن کمک آهو بکنن. همین سر و صداها به پا بود که یه دفعه چشمشون افتاد به فیل کوچولو. همه حیوونا دور فیل کوچولو جمع شدن، ازش خواهش کردن، گفتن خواهش میکنیم فیل کوچولو، فقط توی که قوی و بزرگی و میتونی با آجای قوی که داری آهو کوچولو رو کمک کنی که از چاه بیرون بیاد. فیل کوچولو با اینکه خیلی دلش شکسته بود و از دست حیوانای جنگل ناراحت بود، ولی قلب خیلی مهربونی داشت. واسه همین دلش نیومد که آهو کوچولو رو اونجا ول کنه. پس گفت که من الان میام و آهو کوچولو رو نجات میدم. فیل کوچولو رفت و خرطومش رو توی چاه انداخت و به آهو کوچولو گفت که خرطوم منو بگیر و از آجای من استفاده کن، کمک بگیر که من تو رو بالا بکشم. و همینطورم شد. بچه ها، فیل کوچولو با کمک آجای قوی و خرطوم درازش آهو کوچولو رو بیرون کشید. آهو کوچولو خوشحال خندون بیرون اومد. تازه هیچیش هم نشده بود، فقط یکم دستش درد میکرد، ولی طورش نشده بود. میدونین چیه بچه ها؟ حیوانای جنگل همشون پشیمون بودن و خجالت زده، همه سرشون انداخته بودن پایین که خرگوش کوچولو گفت واقعا که ما پشیمونیم فیل کوچولو که اینقدر تو رو مسخره کردیم، حتی همین امروز هم داشتیم به آج تو خرطومت میخندیدیم. ما خیلی پشیمونیم، کار خیلی بد کردیم، ولی قول میدیم که از امروز دیگه هیچ وقت کسی رو مسخره نکنیم. فیل کوچولو هم که دید اونا پشیمون شدن، اونا رو بخشید و خندید و گفت اشکالی نداره دوستای من، الان خوشحالم که میدونم شما به اشتباهتون پی بردید، ولی قول بدید که از امروز به بعد دیگه هیچ وقت نه منو نه هیچ کس دیگر رو مسخره نکنید، چون که هر کسی قابلیت هایی داره و خداوند ما رو متفاوت آفریده و هر چیزی که ما داریم ممکنه که استفاده های خیلی زیادی داشته باشه. فیل کوچولو با خوشحالی گفت بچه ها، خوشحالم که آهو کوچولو سلامتیشو به دست آورد و اتفاق بعدی براش نیفتاد و ما از این به بعد با همدیگه دوستای خوبی هستیم و با همدیگه شاد میخواییم بریم بازی کنیم، دیگه همدیگه رو اذیت نمی کنیم و مسخره نمی کنیم. این هم از داستان امروز ما. به نظر من که خیلی جالب بود. بچه ها، خداوندم توی کتاب مقدس میگه که مسخره کردن دیگران کار خیلی بدیه و هر چیزی که برای خودتون دوست دارین برای دیگران هم باید دوست داشته باشین. هیچ کس دوست نداره که کسی اونو اذیت و ناراحت کنه یا مسخره کنه، برای همینم ما نباید کسی رو اذیت کنیم، کسی رو از دست خودمون نباید برنجونیم. بله بچه ها، اگر که از داستان امروزمون خوشتون اومد و درسای خوبی یاد گرفتین، میخوایم بریم که فیل کوچولو رو با همدیگه بکشیم خوشگلتر از خود واقعیش. رسیده که با هم دیگه نقاشی فیل کوچولو رو بکشیم. اگه وسایلتون آماده کردین با من شروع کنین. من اول میخوام با یه دونه مداد خیلی ساده که میتونین از مداد رنگی هم استفاده کنین شروع کنم. من مداد رنگی آبی رو انتخاب کردم. شما میتونین با هر رنگ دیگه که دوست دارین فیل کوچولو رو نقاشی کنین. صورتی، نارنجی، سبز، قرمز، هر رنگی که دوست دارید. خب پس من با آبی شروع میکنم. اول برای سرش میخوام یه دونه دایره بکشم، این شکلی. بعد یه دایره بزرگتر واسه بدنش بهش وصل میکنم و بعد دو تا بیزی اینجا واسه گوشش لازم دارم که بعد این شکلی خوشگلش میکنم مثل گوشه فیل کوچولو. اینجا هم واسه دو تا دایره دیگه میذارم. اگه گفتین چیه؟
درسته، این پاهاشه. ببینید که چقدر ساده دایره تبدیل شد به پای فیل کوچولو. دیدی؟ حالا چی کم داره؟ فکر میکنم که اون چیزی که تو قصه بود و کمک کرد که خرگوش نجات پیدا کنه چی بودش؟ خورتوم. خورتومش رو باید بکشم. اینم از خورتومش. دیگه چی میخواد؟ فکر کنم دو تا آجم داشت. آره درسته، اینجا دو تا آج خوشگل داشت. خب چشمم که حتما داره دیگه، اینم دو تا چشم قشنگ برش میکشم. مثل بقیه نقاشی ها همیشه زمینه رو از پس زمینه جدا میکنیم با یه خط. یک چند تا ناخونم برای فیل کوچولو میذارم اینجا. طراحیمون تموم شد، بریم که رنگش کنیم. خب قلممو میزنم تو رنگ آبی. گوشای فیل کوچولو رو اول رنگ کنم که خیلی مهمه، بعد صورتش. بچه ها سعی کنید که یواش یواش تمرین کنید تا سایه روشنم توی کارتون اضافه کنید، یعنی اون جاهایی که سایه افتاده رو تیره تر کنید، مثلا زیر صورت فیل کوچولو، زیر خورتومش. خب باید تیره تر بشه برای اینکه سایه گوشای خوشگلش افتاده رو بدنش. بازم وقتی که با آب رنگتون رو قاطی کنید میتونین رنگ کمرنگتری بسازی. هر وقت میخواین کمرنگش کنین کافیه که یه ذره آب بهش اضافه کنین، و میخواین پررنگش کنین آب کمتر. اینه هاشش اینجاست. با این بنفش پاهاشو بنفش میکشم. خورتومشم میخوام بنفش بشه این شکلی. خیلی خوب شد. سبکم ببینم، اینجا رو یکم بنفش میکنم. خب من که خیلی راضیم، به نظرم فیل کوچولو از خودشم خوشگلتر شد نقاشش. خب حالا بریم طبق معمول فضای دورش رو پر کنیم. از هر رنگی که دلتون میخواد میتونین استفاده کنین. من با رنگ نارنجی فضا رو پر میکنم. اگه گفتی چرا؟ چون که نارنجی دقیقا رنگ مقابل آبیه، واسه همینم بهتر میتونی آبی رو ببینی توی صفحه نارنجی. اول میتونی کاغذتون رو یکم خیس کنید. قلموی بزرگتر برمیدارم که بتونم بهتر باش کاغذم رو خیس کنم. بعد خیلی سریعتر میتونی نارنجیش کنی. آب یادتون نره که حسابی زیاد استفاده کنی تو آب رنگ. و یه دستمال که همیشه دم دستتون باشه، قطره های اضافه رو از روی نقاشی بردارید. یه سایه هم برش اینجا بذارم. سایه‌اش افتاده رو دیوار.
نارنجی و قرمزش میکنم. اول یکم از رنگ اوکر بهش میزنم، زمینم رو خوب باش خیس میکنم و ببینید که چجوری بعد با رنگ قرمز توش یه رنگ جادویی میارم. بچه‌ها وقت که نقاشیمون تموم شد میتونیم قسمت‌هایی رو که کم رنگ شده با مداد رنگی پررنگش کنیم و بهش سایه بدیم. اینجوری به نظرم خیلی قشنگ‌تره. نقاشی من تموم شد بچه ها. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. تا یه روز دیگه و یه داستان دیگه همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدافظ.